آیت الله استاد شهید مطهری اجماعاً صلوات بلند ختم کنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. درسمون رو با قرائت سوره حمدی اهدا به روح بلند شهیدانمون شهیدان افتخار آفرین صحنه های نبرد و افسر خلبان اکبر شیرودی که اونقدر روحیه داشت و اونقدر روحیه میداد و سربازان و افسران و پاسداران عزیزی که در اون صحنه با شیرودی به ملکوت اعلا پرواز کردند و همچنین اهدا به روح بلند برادر شهید عزیزم مرحوم آقای مطهری آغاز می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله میرسیم به این بحث و روشن میشه که پیوند میان ما و خدا اون پیوند ایمان آور و سکینه آور اطمینان آور یقین آور عین الیقین آور بیش از هر جا در محراب هایی که این گونه انسان‌های بلند همت برای خودشون انتخاب کردن برقرار میشه و استوار میشه و آیاتی که در آغاز بحث در آغاز جلسه تلاوت شد همراه با عینیت محتوای این آیات در زندگی این مردان و زنان
شهید و شاهد دیگه جایی برای خیلی چیزا باقی نمیگذاره. و امروز صبح که در اثناء کار که داشتیم با برادرها فرصت و غنیمت شمردیم و برای وظیفه و برای روح گرفتن بر بالای جسد پاک و مطهر اینها رفتیم، کاملا احساس می کردم که از اینها روح زنده میشه و تراوت پیدا میکنه و تجدید یاد با اینها تجدید پیمان با خداست. اینها زنده و مردشون که مرده نیستن، زنده هن، زنده و کشتشون، چی بگم، بازم کشتن و زنده هن، کشته نشده و کشته شده شون که باز هم چی میگم، همیشه کشتگان عشقن. به هر حال، در هر حال باشن، الهام بخشند، روحیه بده هستن، چون روحیه دارن. و بهترین نوع زندگی انسانم اون نوع زندگیست که فرصت عشق ورزیدن برای او کمتر از فرصت اندیشیدن نباشه. این جمله را اجازه بدید یه بار دیگه تکرار کنم. بهترین نوع زندگی برای انسان اون نوع زندگی است که در اون فرصت عشق ورزیدن کمتر از فرصت اندیشیدن نباشه، حداقل کمتر نباشه. اون چه از احوال این جوان شجاع دلسوخته خدادوست برادرهای مختلف نقل کرده بودن در طول این یک سال اخیر، چون حتی قبل از جنگ، قبل از جنگ با عراق هم اینها قهرمان بودند در صحنه‌های دیگر نبرد، به خصوص در طول 8 ماه اخیر، نشون دهنده اوج عشق در روح اونها بود. و امروز وقتی ابازر او را آورده بودن جلو که او را میبوسیدم، احساس میکردم که چقدر اینها مردند و چقدر انسانند، دل از همه چیز برمیکنند و به خدا میبندند. و عزیزان، برادرها و خواهرها، اگر فرجام کار من و شما در این تشکیلات و در این فعالیت چنین فرجامی نباشه و اگر هدفی و مقصدی که برای فعالیت تشکیلاتتون و تشکیلاتیمون برمیگزینیم در این سو نباشه، اون چه میکنیم تباه است و برباد. و از خدا میخواییم که هرگز ما را به سوی جز این سو نیندازد. در بحثی که هفته گذشته داشتیم
در شناخت این جهان به اینجا رسیدیم، این عالم ماده، این جهان مادیات، این جهان طبیعت شدنیست مستمر. آه این نمیشه اینجوری، این صدا کی تنظیم میشه؟ یعنی نمیشه ما یه بار برای همیشه صدامون رو تنظیم کنیم، چون حواس هممون رو پرت میکنیم. میبینم شما زحمت میکشید اما به جایی نمیرسه، چیکارش باید بکنیم؟ همینو میگم، ها زحمتتون میکشید به جایی نمیرسه، باید چیکارش کنیم؟ این کار فنی رو به جایی علاجش کنیم. حالا فکر میکنم الان صدا میاد خوب، و اگه حالا دیگه دست نخوره شاید من یکی بلندتر صحبت میکنم که دست نخوره دیگه دستگاه صوتی. این تذکر من به برادرها برای اینه که بس وقتی دقیقه با اندک سر و صدایی تمرکز حواس به هم میخوره و نتیجه مطلوب نمیده، ما به همین مقدار صدا اکتفا میکنیم به شرطی که به دستگاه دیگه اصلا دست نخوره. این جهان طبیعت یک شدن، یک حرکت مستمر، یک پویش دگرگونی و تغییر بر آن حاکم و شدنی است متکی به بودن و استنی. قوانین ثابتی بر او حاکمه و خود این قوانین ثابت بودن است دیگه، اونا شدن نیست، اونا استن است، هستی است. و این نشانه ای بر این که یک استن فراتر و نیرومندتر و قوی و عزیز به تعبیر قرآن والا و بالا و سرفراز و برفراز تکیه‌گاه این شدنه. حالا امروز در ادامه این بحث میخواییم به یک نکته دیگه توجه پیدا کنیم و اون اینه که این شدن همراه با فزایندگی است. این شدن خود افزاست. دقت کنید، یک بحث میشه درباره کل فضا و جهان از نظر فضاشناسی و کسمولوژی، شناخت کل جهان، و آن این که بگوییم در فضا منظومه ها و کهکشان ها در حال توسعه و گسترش هم. منظور ما از این فزایندگی و خود افزا بودن فعلا این نیست. چون در اینجا ممکن است کسی بگوید
این فزایندگی، این گسترش چیزی جز انبساط یک جرم منقبض نیست و انبساط را نمیشه بهش گفت فزایندگی. یعنی اگر شما یک سانتیمتر مکعب گاز مایع رو که گاز فشرده است اینو آزادش کنید تو فضا پراکنده بشه، آیا میتوان گفت چیز اضافه‌ای به دست آمده؟ یک سانتیمتر مکعب گاز فشرده شماره مولکول‌هاش مساوی است با همون مقدار مولکولی که وقتی این یک سانتیمتر مکعب گاز تو کل فضای این سالن پراکنده بشه، شماره مولکول‌ها بیشتر نمیشه. بنابراین کسی بگوید انبساط فزایندگی نیست، انبساط حالتی است از یک جرم، یک جرم یک وقت در حالت انقباض و فشردگی است و یک وقت است در حالت انبساط و گستردگی است و این غیر از فزایندگی. و این گسترشی که در کهکشان‌ها و منظومه‌ها گفته میشه، در کهکشان‌ها بیشتر، در کهکشان‌ها گفته میشه، این گسترش چیزی است از قبیل این که یک سانتیمتر مکعب گاز رها بشه و در این فضا گسترده بشه. نمیشه گفت فزایندگی. ما هم در این بحثمون ناظر به این مطلب نیستیم. نمیخوام بگم این حرف درسته یا غلطه، میگویم ناظر به این نیستیم. نه، ما میگوییم در این جهان طبیعت واقعا فزایندگی و نوآفرینی به معنی کلمه وجود داره، به معنی دقیق فلسفی، به معنی دقیق ریاضی. و اون اینه که اگر فرض کنیم این مطلب را که جرم طبیعت، مقدار جرم طبیعت در حال فزایندگی نباشه، اگر فرض کنیم این رو، فرض رو فعلا بر این بگذاریم، نمیگیم این طور هست، بگیم فرض میکنیم این طور باشه، اگر فرض کنیم که مقدار جرمی که این جهان طبیعت رو تشکیل داده 1 میلیارد سال پیش و حالا یک اندازه است، زیاد نشده، اگر فرض کنیم که مقدار جرمی که در این طبیعت در 1 میلیارد سال پیش بوده زیاد نشده باشه، از جایی به جرم طبیعت چیزی نیفزوده باشن، اگر این طور فرض کنیم، میگوییم طبیعت باید رو به یک آنتروپی بره، رو به یک کهولت بره و رو به نابودی بره. یعنی همین که شما فرض کنید که از 1 میلیارد سال پیش به این طرف از جایی جرم اضافی به طبیعت کسی نداده باشه، این مستلزم این است که این جهان طبیعت رو به کهولت بره. چطور؟ بگیم برای اینکه شدن خود به خود توش حالت فزایندگی و نوآوری وجود داره و این فزایندگی لازم نیست مربوط به جرم باشه، بلکه مربوط به همون شکل و اشکال.
هر شکلی، یا اگر بخوایم دقیق تر بگوییم به معنی فلسفی، هر صورت جوهری، هر صورتی یک واقعیت نو است. هیچ کس نمیتواند انکار کند که بر مجموعه صور تحقق یافته در عالم طبیعت هر آن افزوده می شود. یعنی اگر ما در 1 میلیارد سال پیش N جرم داشتیم به علاوه 1 صورت و N چیزی بهش اضافه نشده باشه، در طول این 1 میلیارد سال همون جرم را هم فرض کنیم که اون جرم چیزی بهش افزوده نشده، اما بر صورتها که افزوده شده 1 به علاوه N صورت در طول این 1 میلیارد سال ما داریم. هیچ کس نمیتونه تردید کنه که بر شماره و کمیت صورتهای پدید آمده در طول زمان دائما افزوده میشود. پس در کل واقعیت جهان طبیعت دائما فزایندگی وجود داره، حداقل در بخش چی؟ صورتها. حالا پس در بخش صورتها ما همواره افزایش میبینیم. میریم سراغ بخش ماده، بخش جرم. میگیم آیا جرم حالا با جرم 1 میلیارد سال پیش مساویه؟ یعنی جرم کم نشده؟ وقت سوال میکنیم که این صورت ها از کجا پیدا شده؟ منشأ پیدایش این صورت ها چیه؟ اگر بخواید بگید خود این ماده است، معلوم میشه که ماده میتواند بیافریند بی اون که از خودش چیزی کم شود. میشه خود خدا دیگه، بی خودش بگید ماده. اگر ما تونستیم چیزی داشته باشیم که میتواند بیافریند بی اون که از خودش چیزی کم شود، این دیگه ماده نیست، این خداست. شما در قانون لاوازیه نفی کردید این را. وقتی شما قانون تجربی لاوازیه را بخواید تعمیم فلسفی بدید، کلیت جهانی بهش بدید، معناش این است که هیچ چیز به وجود نمی آید به خودی خود و هیچ چیز از بین نمی رود، و معناش این است که اگر اون کمیت هستی و واقعیت جرم عالم ثابت مونده باشد، اون وقت این شکل‌های نو از کجا به وجود آمده است؟ باید مبدعی دیگر غیر از ماده داشته باشه. و اگر گفتید نه خود ماده مبدعشه، معناش این است که ماده از شمول قانون لاوازیه بیرون است و از شمول هر نوع قانون دیگری که برای ماده تصور کنید. این میشه خود خدا دیگه، ما بحث لفظی که با هم نداریم. یک واقعیت و یک هستی که افاضه می کند از خودش هم چیزی کم نمی شود، میشه چی؟ میشه خدا. و اگر بگویید نه جرم امروز مساوی است با جرم 1 میلیارد سال پیش منهای اون مقدار از جرم که تبدل به شکل و صورت شده، متبدل به شکل و صورت شده، پس معناش این است که جهان در حال یک آنتروپی و کهولته. برای اینکه باید این ماده یه روزی برسه به پایان. اگر ماده به پایان رسید، هر چیز که پایان دارد آغاز نیز دارد. بنابراین با قبول اینکه ماده پایان دارد،
شما قبول کرده اید که ماده آغاز دارد و اگر آغاز دارد پس یک آغازگری هم دارد، پس این خود بر خود تکیه ندارد، متکی به خیشتن نیست، متکی به آغازگر است، مبدأ مبدأی دارد، ما اون مبدأ رو میگیم خدا.